ابکیشان عزیز، اعضای محترم کنیسای نسخ، شلوم. در این جلسه من مایلم قبل از اینکه ادامه فعالیت‌های گاونیم را که در حدود 450 سال بعد از یعنی 450 سال ادامه داشت، یعنی بعد از اینکه در قرن پنجم تلمود خاتمه یافت، تألیفش ویراستاریش تموم شد، حال بایستی هلاخا را یعنی رفتار مذهبی، اجتماعی، اخلاقی، همه چیز یهودی از درون تلمود بیاد بیرون. کار گاونیم اشاعه و کشیدن بیرون از تلمود هلاخا بود. هلاخا یعنی راه رفتن، یعنی مذهب، ذهب در زبان عربی مذهب از ذهب بیانه رفته، درست هلاخا است، از ما گرفتن، یعنی راه رفتن، طریق زندگی انسان مؤمن که اعتقاد به تورا داره. ولی قبل از اون، قبل از این که من بپردازم به کارهای گاونیم که 450 سال طول کشید تا سال 1040 میلادی که آخرین سال فعالیت دوره گاونیم هست، میخواهم برگردم به ریشه ها که هلاخا از کجا منشأ میگیره، چه منابعی ما داریم که به ما نشون میدن که هلاخا همیشه در جامعه یهودی حرف آخر را زده، رفتار یهودی بر اساس تورا بوده، قوانین تورا بوده. اولین منبعی که ما بهش رجوع میکنیم توراست، تورای مقدسه، تورا که از زمان موشه ربنو، از وقتی که تورای کتبی به ما داده شد همراه با قوانین شفاییان تا زمان تنائیم که خدمتون عرض کردم، تنائیم قسمت‌های قانون تورای شفاهی رو که تفاسیر تورای کتبی بود اینا رو جمع میکنن در میشنا، و امورائیم کسایی هستند که قوانین میشنا را میان توصیف میکنن برای ما، و میشنا و آن چیزی که اونها که بهش میگن گمارا روی هم رفته بهش میگن تلمود. این منشأ اول. و منبع دوم که بعد از خاتمه تلمود چی میاد؟ گاونیم میاد، علمایی که به اونها گاون میگفتن و وظیفه اونها این بود که هلاخا را اون از درون تلمود بیرون بیارن و به مردم سوالاتشون رو جواب بدن در هر زمینه ای. حال من برمیگردم به توصیف هر یک از این منابع، این سه تا بود، درستی منبع سوم هم گفتیم. حالا اول به تورا. منشأ اصلی تمام هلاخا، قوانین یهود چیه؟ توراست، تورایی که از جانب خداوند به موشه داده شد. و تورای ما وقتی که میگیم تورا، شامل توراست، نویئیم و کتوویم. تورای ما تنخ که 24 کتابه، البته طبقه بندی ها رو مسیحی ها کردن، 24 کتاب 39 کتابه، و چون اونها اعتقاد به Old Testament و New Testament، یعنی عهد قدیم و عهد جدید دارن، ما عهد جدید رو قبول نداریم، ولی آنچه که هست اونها این بعضی مثلا شمول اول شمول دوم رو شمول رو که یک کتاب بوده، دو کتاب بوده، یکی حساب کردن، یا ملاخیم اول و ملاخیم دوم و یک کتاب حساب کردن. ما اینها را سر جای خودشون نگه داشتیم، و تراسر که 12 تاست، و بنابراین همش روی هم رفته 39 تاست. آیا در این 39 تا به جز کتاب اول که تمام میسوه ها اومده، و بعدا میسوه ها در حقیقت پایه و اساس تمام هلاخای ما میباشند، آیا
در سایر منابع یعنی در کتاب نبیم نبیم اولا بیشتر راجع به مسائل اجتماعی و اخلاقی و رفتارهای مذهبی مردم انتقاد می‌کردند. کاری به این که اکثر مردم غیر ممکنه در یک جامعه که قانونمندی و قانون وجود داشته باشه نمیتونن زندگی بکنن. اونها میدونستن که خیلی از میسواها در زمان اونها انجام میشه، رفتار میکنن. بنابراین در کتاب انبیا کمتر ما راجع به حلاخا، راجع به قانون چیزهایی رو داریم. ولی با وجود این در بعضی از کتب مثل کتاب ایرمیا فصل 17 و آیات 21 و 22 میبینیم که تورات درباره قدغن بودن انتقال اشیا در روز شبات از ملک شخصی از خانه به خیابان و خیابان به چی؟ به بیرون از خانه، از ملأ عام به ملأ خاص، از خیابان به خانه و از خانه به خیابان. در اونجا هست میگه که کو امرشم هیشام رو به نفش و تخم و التیس و مسا به یوم شبات و هیوتم به شعره یروشالایم ولو توتسی مسا میباتخم به یوم شبات. میگه که خیلی مواظب باشید هیچ باری رو در روز شبات به دروازه های یروشالایم نیارید، یعنی تجارت نبازی بکنید، بار از خارج از یروشالایم آیا هر چی بخواد باشه، میخواد بیوه باشه میشه، هر باری نبایستی بیارید و هیچ باری رو از در روز شبات از خانه خود بیرون نیاورید، هیچ گونه کاری رو انجام ندهید در روز شبات چنانکه به اجدادتان فرمودم. روز شبات رو مقدس گردانید، یعنی باید تقدیسش بکنید با این کارها. ببینیم ارمیا میدونه که مردم دارن این کار رو میکنن، این شبات رو نگه میدارن، اونهایی که داره انتقاد میکنه اونهایی که این کار رو نمیکنن. و در کتاب یشعیا 58 که هر روز شبات ما در وقت کیدوش شبات ما سفارادی ها اون را میخونیم، ایم تشیم شبات رگلی خواست خواست به یوم قدشی، میگه که اگر در روز شبات از رفتن به کار پاهایت رو کنترل بکنی، یعنی نگه داری، کار نکنی، مغازت رو باز نکنی، بیزنس نکنی، نیازهای روزانه که در روز هفته میتونیم انجام بدیم روز شبات اون رو انجام نده و روز شبات مقدس کن. روز شبات رو روز لذت بخشه از لحاظ معنوی، روز پسندیده است، به درگاه به درگاه خداوند میگه اون وقته که من برکات خودم رو به تو میدم، اون وقته که تو رو از نقطه نظر اجتماعی قومی بالا خواهم برد. در کتاب نخبیا فصل 10 باز هم درباره قدغن بودن دادستان در روز شبات صحبت میشه. کتاب روت که ما در شبوات میخونیم راجع به ارث، راجع چطور یک میراث، یک ملک به یک جایی از نقطه نظر قانون تورا چطور به دیگری یک ملک ها میتونی آزاد بکنی. در کتاب شموئل درباره قوانین چی اومده، قوانین پادشاه محدودیت میکنه. ببینید در کتاب دواریم فصل 17 راجع به اینکه یهودی، ملت یهود حق داره پادشاه انتخاب بکنه به صورت خلاصه اومده، ولی در کتاب شموئل میبینیم میاد و امتیازات و مسئولیت های پادشاه را توصیف میده که این پادشاه حق نداره املاک فردی آدم ها را بگیره به هیچ وجه. و یک واقعی را در اونجا میبینیم راجع به نبوت، یک فردی است در کتاب شموئل، نبوت اهل اسرائیله، اسرائیل ساکن شهر اسرائیل تو ملاخیم آرالف اومده، این در زمانی که زندگی میکرد در زمان اخاب، اخایی که از پادشاهان
شمرون شمال اسرائیل بود وقتی که یهودا و شمرون دو تا پادشاهی شدند متاسفانه ملت اسرائیل به دو قسمت تقسیم شد دو تا از قبیله ها در جنوب ماندن یهودا و بنیامین و بقیهشون رفتن در شمال و اونجا پادشاهی برقرار کردند عاقبتی هم نداشتن اینا جزء همان اسباط گم شده ای هستند که هنوز دارن دنبالشون میگردیم کار نداریم به این مطلب اخاب یکی از پادشاهان شمرون بود یک ملکی داشت که این ملک رو باغ کرده بود در جوار ملک او یک مبستان بود که صاحبش نواد بود رفت به نواد گفت آقای نواد بیا من یک مبستان دیگر در جای دیگه به تو میدم گفت نمیدم گفت پول زیاد بهت میدم اینو بفروش گفت نمیفروشم این میراث پدریمه نمیخوام من این مبستان رو به تو نمیدم اخاب خیلی ناراحت میشه میره خونه زنش ایزبل او رو که میبینه میگه ببینم چرا انقدر ناراحتی داستان رو براش میگه میگه کاری نداره ببینی زنی که متاسفانه روح شیطانی درش بود به او میگوید برو دو تا شاهد دروغی درست کن و بگو این آقای به اونها بگو برم پیش دادگاه به قضات بگویند که ما شاهد بودیم نواد کفر گفت فوش داد به خداوند خاص به خلیلا و به پادشاه هم فوش داد این بدبخت میارن محاکمش میکنن برای که دوتا شاهد بر اساس دوتا شاهد بیان شهادت دروغ میدن میگن و نواد را میکشن و اگر وقتی که کسی کفر گفته در اون زمان ایزبل به اخاب میگه که خب دیدی حالا برو ملکشو برداشت برد مال خودت ولی خداوند به الیاهو در اون زمان میگوید الیاهو برو بگو هر سخت و رشت میگه که هم کشتی و هم مارس شدی بدون همانطور که خون نوات بیچاره را ریختی سگها خون تو را خواهند مکید و اینطور هم شد یا مثلا یک قانون دیگری ما میدونیم در زبان ضمانت در چیز هست ضامن شدن یهودا ضامن میشه پیش پدرش یعقوب که اگر بنیامین رو به من بدی من برش میگردونم ضمانت وجود داره و در کتاب ملاخیم بت امتسیا پسر یوآش اون پادشاه میشه وقتی به پادشاهی رسید یوآش پدرش کشته بودن یعنی امتسیا وقتی پادشاه شد اونهایی که پدرش یوآش رو کشته بودن اونها را همشون رو اومد و تنبیه کرد کشت و ولی به فرزندان اونها هیچ صدمه نزد زیرا گفت نوشته در کتاب موشه یعنی تورا لا یومتو اوت البنیم و بنیم الاوتم کیم ایش به خطای مود میگه یعنی پدران به خاطر گناه پسرانشون نباید تنبیه بشن و برعکس به خاطر گناه پسران پدران نباید تنبیه بشن این تو قانون حمورابی هست اینقدر راجع به قانون حمورابی صحبت میکنن حمورابی هست اگر پدرش قتل میکرد یا خطایی میکرد بچه هاشم را تنبیه میکردن بنابراین میبینیم این کاری که قانونی که در تورا هست رفتار میشه یک منبع دیگری که نشون میده هلاخا قوانین ما در زمان قدیم ریشه های قدیمی داره و اون چیه؟ پپیروس هاست پپیروس در حقیقت اولین وسیله کتابت روی اونها بود مثل میدون الان ما کاغذ را از چی میگیریم؟ از درخت میگیریم اون قدیم درخت هایی بود توی مصر که پوستش رو برمیداشتن توش مینوشتن این پپیروس ها در اوائل قرن بیستم در ناحیه‌ای به نام الفانتین در مصر جنوبی پیدا میشه و اسم قدیمی اون یب بوده یود بت یب در اینجا یک گروه
از یهودیانی زندگی میکردند که در حقیقت مرزبانان هخامنشیان بودند. یعنی پنج قرن قبل از تاریخین تاریخ پاپیروسا، پنج قرن قبل از تاریخ میلادیه. در اونجا ما چی میبینیم؟ قوانین مالی هست، قوانین مربوط به ازدواج و طلاق هست که همه این قوانین درست مثل قوانین تلمودی است و نشون میده نه تنها در پنج قرن قبل از تاریخ مسیح، بلکه شاید قبل از اون هم این قوانین رایج بوده در بین جامعه یهودی. منبع دیگر هلاخا در ترجمه های توراس، ترجمه ای هست به نام ترجمه 70 نفری که در حدود 248 سال قبل از میلاد در اسکندریه به وسیله معروف 70 نفر از علمای اسرائیل به زبان یونانی ترجمه میشه. این ترجمه به صورت کلمه که کلمه نیست، بلکه به صورت روح قانون. خیلی از هلاخاها، خیلی از میسواها در اونجا به صورت هلاخا ترجمه شده، تفسیر شده. خیلی جالبه. این یک منبع دیگری است از قدمت هلاخا در یهودیت. یک فیلسوف دیگری که در نیمه قرن اول میلادی در اسکندریه مصر زندگی میکرد به نام فیلون بود، فیلون اسکندریه، اهل اسکندریه، و این کتاب‌های زیادی نوشید و یکی از کتاب‌هاش کتاب میسواته، میسواهای توراس. و می‌بینیم در این کتاب اکثر میسواهایی که میگوید با میسواهای تلمودی هیچ فرقی نمی‌کنه، مخصوصا در این کتاب مطابق هلاخای تلمودی اکثرا. یک کتاب دیگری که نشون میده که قدمت هلاخایی است کتاب های یوسف بن متتیاو یا یوسفوس فلاویوس که راجع به اون صحبت کردیم در زمان خرابه بیت المقدس دوم. این دو کتاب خیلی مهم می نویسه، یکی جنگ های یهودیان و قدمت یهودیان. در قدمت یهودیان سعی می کنه قوانین تورا را برای خواننده رومی بیاد توصیف بکنه. البته بعضی جاها عقاید خودشو می ذاره، نه عقاید خودشو، عقایدی که به مغز خواننده غیر یهودی رومی بتونه بشینه و قبولش داشته باشه. این چیزی است که مترجم کتاب قدمت یهودیان پروفسور شلیت اون رو توصیف میکنه. منبع دیگری که ما داریم کتاب‌های خارجی است. کتاب‌های خارجی چیا هستند؟ وقتی که تنخ رو، توران بیم کتوبه رو اومدن کانونایز کردن، جمع کردن، گفتن این کتاب. در اون زمان کتاب ها خیلی زیاد بود، کتاب هایی که بعضی هم گفتن مقدسه، بعضی هم گفتن مقدس نیست، نوشته های مقدس بود. اومدن یه تعدادی از نوشته ها رو جز کتاب های نوشته های مقدس نذاشتن و این کتاب ها به مرور زمان که به زبان آرامی یا عبری نوشته شده بود محو شدن. ولی مسیحی ها به خاطر اون عقایدی که داشتن این کتاب ها را به صورت ترجمه حفظ کرده بودن، دو مرتبه در زمان ما به زبان اصلیشون برگردانده شده. در این کتاب ها که در حقیقت اونها رو میگن اپوکریپن، اپوکریفن یعنی کتاب های مستور، کتاب هایی که 4 قرن قبل از میلاد مسیح تا 200 سال بعد از میلاد این کتاب ها نوشته شدند. تنها یک کتاب به زبان عبری بوده و اونم بن سیراس که کتابی است مثل کتاب میشله، پند اندرز، اون در یهودیت باقی مونده، میگیم که بن سیرا باقی مونده. بقیهش در درون این کتاب، بسیاری کتاب هایی که میگیم خارجی، هلاخا هست، میسواهای رفتاری هست. منابع دیگری که میتونیم رام ببریم چیا هستن؟ ترجمه های اونکلوس. اونکلوس به زبان آرامی کسی بود که تورا را ترجمه کرد. در اونجا هم میبینیم ما بسیار از هلاخایی که در تلمود هست آگاه میشیم. حال منبع سوم که اصل در حقیقت بعد از اینکه تمام این منابع رو من خدمتون عرض کردم چیه؟
گانیم هستن، یعنی سوال و جواب هایی که از گانیم از تمام دنیای یهودی از بعد از اینکه تلمود خاتمه یافت، از علمایی که در سورا و پنبدیتا بودن، این سوال ها از تونس و مراکش و اسپانیا و مصر و همه جای یهودی، یه ساکنین یهودی که در زیر امپراتوری بنی امیه و خلفای بنی عباس زندگی میکردن، این اصل، یعنی کاری که گانی میکردن، باعث شدن که مجموعه های حلاخا به وجود بیاد تا زمان یوسف کارو که به عزرت هشم و امید هشم در جلسات آینده راجع به آنها صحبت خواهد شد. امیدوارم شباتی پر از آرامش، شباتی پر از تقدس خوبی برای همه خواهانم. فراموش نکنید هفته آینده هفته پوریمه و روز پنجشنبه روز پوریمه، چهارشنبه تعنیت پوریمه، تعنیت استره، و بعد از تعنیت وقتی که براخا میشه ما مگیلا را خواهیم خون. واجب زن و مرد حتما در هر کجایی که هستید به کنیسه ها بروید و مگیلا را گوش بدید کلمه به کلمه، و امیدوارم همانطور که در زمان همان، در زمان مردخای به استر، خداوند تفضل فرمود و ملت اسرائیل را از دشمنی ها نجات داد، در زمان ما هم دشمنی ها بین همه ملت ها از بین بره و این کشور مستقلی که بعد از 2000 و چند سال آوارگی به اون برگشتیم، روی صلح و یگانگی و صفا رو خواهد دید. آمین. شبات شلوم.